سلام من محمد هستم و اینجا کانال مکانیک شو هست. هر هفته یه سری ویدیو در مورد تقویات خودروهای ایرانی و خارجی تهیه میکنه. اگر تا به حال کانال ما رو سابسکرایب نکردید خوشحال میشم کانال ما رو سابسکرایب کنید و ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. این قسمت دوم از سری منیفولد های تقویتی موتورهای 16 سوپاپ هست. موتورهای پژو و سیتروئن امروز میخوام در مورد منیفولد GTI 6 صحبت کنم یا همون RS و مثل بقیه ویدیو یک کم بالا و پایین کنیم این منیفولد رو ببینیم به درد میخوره یا نه همونطور که میدونید موتور جی 6 یا همون موتور آرس نسخه تقویت شده زانتیا 2000 هست و توان بالاتری داره نسبت به موتور زانتیا 2000 اما بریم سراغ منیفولد جی تی منیفولد جی تی یه منیفولد رانر بلند هست که همونطور که توی ویدیو قبلیم توضیح دادم هرچی رانر بلندتر باشه ماشین دور بالای بهتری میگیره و توی دورهای بالا راه رفتن ماشین بهتر میشه یه سری مزایا و معایبی داره که معایبش رو اگر بخوایم شروع کنیم عیبش این هسته که اون استیپر محل قرارگیریش روی منیفولد و مثل ماشین دوگان سوز پراید و پژو یا ال یه پایه داره و بعد استیپر روی اون قرار میگیره و اون پایه روی منیفولد و اون استیپرش روی دریچه گاز نیسته که مثل دریچه های شمکج یا زانتیا دو هزار باشه که روی خود دریچه گاز جاش رو داشته باشه اینجوری نیسته و استیپرش جداگانه روی خود منیفولد نسب میشه یه مثال اگر بخوام بزنم تقریبا شبیه درچگاز نیسان درچگاز جی تی 6 میشه با ایجاد یه فلنچ یا یه رابط درچگاز های شمکج زانتیا رو بهش خورون به منیفولد جی تی 6 ولی درچگاز خودش از شمکج بزرگتره داخل منیفولد رو نمیتونیم پورتو پولیش بزنیم به خاطر اینکه هیچ جای براش تراحی نشده که ابزار پورتو پولیش ورود بکنه به داخل منیفولد و اون رانرهاش و صاف و سیغلی بکنه یا گشادترش بکنه ولی امایشون ازده این قابلیت رو داشت مورد بعدی سوزنهاش به خاطر پاشش بالایی که داره زیاد به درد افرادی که توی شهر میخوان استفاده کنن نمیخوره و فقط به درد اون افرادی میخوره که برای درگ میخوان استفاده کنن نکته بعدی جنس این منیفولد و ریل سوختش جنس خود منی فولد که از آلمینیوم ریل سوختش یه ریل سوخت آهنی هست که شما همونطور که توی ویدیو قبلی من گفتم میتونید برید یه دست کامل سوزن قهوه زانتیا 2000 بخرید پاشش 200 سی سی و خیلی راحت هم توی شهر استفاده کنید هم بیرون شهر هم برای مصارف درگ شما میتونید از این سوزنا استفاده کنید اما بریم سراغ مزایا یکی از مزایای کلن مانیفولد فلزی اینه که میشه هر رنگی که دل شما میخواد بهش بزنید و اگه که پسند نبود دوباره میتونید پاکش کنید یه رنگ دیگه بزنید روش میتونید بدین براتون ترهای متفاوت بزنن که به اون دیزاین موتور یه مقدار برسیم. ولی به صورت فابریکی از نظر زیبایی یه مقدار زیباتر هست نسبت به منیفولده امایشون نزده. نکته بعدی که باید موقع خرید رعایتش کنید اینه که اون پشت منیفولد جی تی یه پلاستیک داره که اون باید حتما همراهش باشه. مورد بعدی اون حالت شیپوری رو توی محفظه آرامشش نداره. ولی یه مقداری اون چی که چشمی معلوم میشه از منیفولد اما شونزده یه مقداری بزرگتر هستش. ولی خب یه سری قابلیت های مهمی رو اماشون 16 داشت که GTI 6 نداره باز. اما این نکته که اومدم گفتم که دور بالای بهتری میده مثلا ماشین شما قبلا 225 تا راه میرفته. با این منیفولد یعنی منیفولد GTI 6 228 تا راه میره تا 230 تا. چون هوا رو در اختیار داره. یه مورد دیگه که باید بهش اشاره کنم این هست که اگر ماشین شما موتور 1800 داره مثل موتور پارس ایلیکس زانتیا 1800 سمت این منیفولد نرید چون که شتاب رو افت میده شما مثلا قبلا با منیفولد فابریک 0 تا 100 رو 10 میزدید الان 11 میزنید با منیفولد جی تی چون رانرهاش کمی بلندتر شتاب رو از بین میبره ولی اگر موتورهای 2000 یا 2003 2200 سی سی بیان استفادهش بکنن مشکلی ایجاد نمیشه هم شتاب دارین هم دور بالای مناسب ولی به پای امای 16 نمیرسه چون امای امکانات خیلی بیشتری داشت و جای تغییرات زیادی داشت و بعد یه مدتی میتونستیم باز فابریکش کنیم ممنون از اینکه تا اینجا ویدیو با ما همراه بودید لایک و سابسکرایب یادتون نره موفق و پیروز باشید